سلام مجدد دوست عزیز، باز هم میایم به قسمت باقی مانده از بوتستراپ تیبل و اگر انشاءالله تونستیم خلاص کنیم و در این ویدیو میخواییم روی بوتستراپ ایمیج هم گپ بزنیم و کار کنیم که چطور ایمیج ها رو ما دیزاین میکنیم در بوتستراپ. خب در ویدیوی قبلی ما شما دیدیم که چطور میتونستیم کانتکستوال کلاس ها رو برای هر رو یا به اصطلاح بر دیتا های تیبل خود چکنیم معرفی بکنیم و این رو فهمیدیم که کانتکستوال کلاس چی رو میگن و در چی مواقع استفاده میشن. بعض از کانتکستوال کلاس های دیگر هم موجود هستن. اگر شما میخواین که فرض کنین میخواین که دیگر رنگ ها رو هم برش بتین، شما میتونین فرض کنین از خود از دیوازی ورنگ شما میتونین که از لایت هم استفاده بتانین. لایت هم یکی از رنگ های هستن که به خاطر یک کانتکست مشخص استفاده میشه. شما اگر ریفرش کنید ببینید لایت نسبتا سفیدتر هستن ولی بک‌گراند با خود دارد. این نیست که بای دیفالت بک‌گراند با خود میگیرید، نه، بک‌گراند دارن ولی لایت سفیدتر با خود هستن. و شما میتونید که بک‌گراند تیبل دارک هم پرش بتین، مانند که ما برای تمام تیبل دادیم پیشتر در ویدیو قبلی، و شما میتونین که رو را با رنگ دارک هم استایل بتین. ببینین به قسم اینا طور دارک نیستن که کاملا سیاه هستن، خاکستری مایل به سیاه هستن که شما میتونین که از این کانتکستوال کلاس هم استفاده بکنین. و در بعضی مواقع شما میخواین که تنها تیبل هیدنگ تانا چیکنین رنگ بتین یا کدام کانتکستوال کلاس رویش معرفی بکنین، شما میتونین که در اینجا دو کلاس دیگر هم بوتستراپ معرفی کرده هستن که شما میتونین در خود تی اچ یا تیبل هیدنگ هایتون هم شما میتونین که کلاس ها رو چیکنین معرفی بکنین و یا هم در روهایی که شما فعلا در اینجا دارین در اینجا معرفی بکنین روی که مربوط به تیبل هیدنگ میشد. و این کلاس ها رو معمولا شما میتونین برای تیبل هیدنگ استفاده کنین، چون اینی بدون با وجود از اینکه در بک‌گراند از این تیبل هیدنگ ها در روی که تیبل هیدنگ ها موجود هستند تغییر میارد، بعض از تغییرات دیگر هم میارد در فونتشون، در پادینگ و در این چیزایشون هم تغییرات با وجود میاد. پس این دو کلاسی که فعلا استفاده میکنیم اینها رو تنها کو ریکامند میشه که برای تیبل هیدنگ ها استفاده بکنیم، برای روی که در اونجا تیبل هیدنگ ها یا هیدنگ های خود کالم ها در اینجا موجود هستند اون رو شما چه میکنین اینا رو استفاده میکنین. یکی از به نام تیت داش دارک شما میتونین که از این کلاس استفاده بکنین. ببینین که این کلاس چی کار میکنن برای ما. ببینین خود تیبل هیدنگ برای ما دارک ساخت، یعنی تاریک تر ساخت، برای ما دارک ساختن و فونتشان بولد و با رنگ سفید، چون با بک‌گراند دارک باید فونت کلر باید حجمش چی باشد سفید باشد که خوبتر معلوم شود و خوبتر قابل دید باشد. و اگر شما میخواین که از واسه دارک شما میتونین که از لایت هم استفاده کنین. این دو کلاس دارد که با دو رنگ زمینه برای شما میتن، بین که لایت هستن و یکی همچی هستن دارک هستن، شما میتونین که از این دو هم استفاده کنین. این دو کلاس شما تنها یعنی در دیگه جاها هم استفاده میتونین ولی ریکامند میشه، چون این دو کلاس ها به خاطر تیبل هیدنگ ها جور شده هستن که بعضی از استایل های دیگه با وجود تنها پس زمینه یا دیگه استایل ها را هم بالای از تیبل هیدنگ ها چی میکنند؟ اپلای میکنند. خب ببینین تیبلی که ما شما فعلا دیزاین کرده هستین اینا هم تقریبا ریسپانسیو هستن. درست است، ریسپانسیو به این مطلب که یعنی در هر سایزی از سکرین خود چی میکند؟ اجست میکند. ببینید فعلا که ما سایز سکرین کوچک ساختیم، سایز براوزر اینا چیزن با خود با می اندازه ثابت از این صفحه چی خود فیت کرده هستن. اگر شما میخواین که مشخص ریسپانسیو برای هر سکرینتون شود، بعضی از پسوند ها را باز هم معرفی کرده هستند که شما میتونید که تیبلتون خوبتر ریسپانسیو کنین. به خاطر از شما باز چیکار میکنین؟ یک دیو را معرفی میکنین و دیو را خود این کانتینر که در داخل سی تیبل چای بجا میکنین، این می دیو ریسپانسیو میشد که چایلد هایی که در داخل ازی هستن اونها را همشون در داخل از کانتینر چی میکنن؟ ادجست میکنن. پس شما میتونید که از table/responsive استفاده بکنید. خب قبل از اینکه بریم به responsive بودنشان، شما میتونید که بعضی وقت ببینید table padding های زیاد با خود دارد، یعنی space زیاد دارد با خود،
چهار کالم هستن و اسپیس زیاد با خود گرفتن بین کالم ها و بین خود ریکارد ها هم اسپیس زیاد هستن. اگر شما بخواید که تیبل کمی کمپکت بسازن یا فشرده تر بسازن که اسکریپت شود کوچک شود، شما میتونید در اینجا باز از کلاس تیبل در خود کلاس تیبل اتریبیوت به نام تیبل سلاش اس ام داش اس ام شما چک کنین برش معرفی بکنین. شما ببینین کلاس را کمپکت خود تیبل را چیکار هستن کمپکتر یا فشرده تر ساختن. ببینین اینجا فعلا ویت یا واشن هایت خود هر رو که هستن نسبتا چی شدن خورتر شده هستن و مطابق آنموزو دیتا یا اونمو ریکارد که در بین زیر موجود هستن مطابق اونموزو ریکارد اینا رو چی کردن با هم استریپ یعنی کمپکتر ساختن و اینا رو فشرده تر ساختن. قسم. اگر شما پس این کلاس افسو کنید ببینید که تیبل ما چقدر چی میشد فراخ میشد در هر جایی ببینید به قسم. حالا فعلا بین ریکارد ها فاصله بسیار زیاد موجود هستن. اگر شما این قسم استایل خوش ندارید با شما میتونید که از این کلاس استفاده بکنید. کلاس برش معرفی کنن ببین تیبل شما باز معلومات در بین زیاد هستن فشرده تر هستن و مطابق اون موضوع معلوماتی که چقدر موجود است با نمو اندازه هاید هر روی شما ایجاد میشد. خب ریسپانسیو بودن شما چه قسم میتونین که چک بکنین یا چطور معرفی میکنین برش ریسپانسیو بودن؟ شما اولین کاری که میکنین میشه در داخل شما قبل از تیبلی که معرفی کردین شما یک دیپ میسازین کلاس از برازی دیپ یک کلاس معرفی میکنین که او کلاسش به نام تیبل داش ریسپانسیو هستن. ریسپانسیو اینی دیو شما برش معرفی میکنین و این دیو در آخر تیبل چه میکنین پس میبندین. وقتی این دیو بند کردین میشه یک اندینتیشن هم برش بتین که معلوم شود که تیبل داخل دیو هستن در کود. خب حالا اگر سفر رفرش بکنین اینال این تیبل ما کاملا ریسپانسیو هستن. ببینین به هر صفحه که اینال شما میخواین ای برای صفحه اینا چی هستن؟ اینا فیت هستن و ریسپانسیو هستن. در هر رقم صفحه شما چی میکنین؟ اینا رو میتونین ریسپانسیو بکنین. اگر شما ویو انسپکت کنین در اینجا دیوائس های یا بخاطر یا تولبار دمی تولبار چی هستن؟ سیمولیتور هایی که بخاطر موبایل ها یا دیوائس های مختلف صفحه شما را براوز میکنند. ببینید آله بخاطر آیپد پرو هستن شما میتونید اینا را به موتو بگیرید. ببینید آله برای هر صفحه تیبل شما چی هست؟ ریسپانسیو از فیت هستن. هیچ کدام کالمه یا هیچ کدام روی پیدن پنهان نشده هستن اگرچه صفحه بسیار کوچک شده هستن. صفحه موبایل شده آله ولی در صفحه موبایل هم فعلا چی میکند؟ کار میکند. هیچ مشکل برش ایجاد نمیشد. شما میتونید ببینید اینجا دیوائس ها یا سکرین های مختلف هستن. شما میتونید در اینجا تیبلتون یا وبسایتتون رو چک بکنین که تیبل مراسی ریسپانسیو است یا نیست. خب ببینید اینجا باز اگر شما ایرا به این قسم شما تصمیم میگیرین که برای هر دیوایس مشخص شما این را ریسپانسیو میکنین شما باز هم اونمو پرفکس ها و واشنمو سفکس های شما دارین که به خاطر از اینکه ما دیگر معلومات یا کالم ها را میساختیم سمال و لارج و میدیم و اکسترا لارج و به این قسم اینی اجازه را میخواین به خاطر هر ویت سکرین شما مشخص ته برای شما چی میکنین معرفی میکنین. در اون صورت شما میتونین که باز از سفکس های که قبلا ما شما استفاده کرده بودین فرض کنید میگن تیبل سلاش ریسپانسیو ببخشین که در اینجا آمدیم میگیم در دیوی که ما معرفی کرده بودیم اینجا شما میتونید تیبل داش ریسپانسیو داش اس ام یا سمال به خاطر دیوایس های سمالی که دیوایس هایی که ویتشان از 576 پیکسل کوچکتر هستند ویت سکرینشان یا مصفحه سکرینشان که از 576 پیکسل چی هستند کوچکتر هستند برای از او باید فیت بیاد. درست است؟ و اگر شما میخواین که برای دیوائس هایی که ویتشان کوچکتر از 768 پیکسل هستن 768 پیکسل بازم شما میتونید نشانید که دبل تیبل داش ریسپانسیو بعد از باز برش میگن که میدیم
چون ایدر بامی سایز سکرین با در کاتگوری میدیم میاد. پس شما میتونید که سافیکس ام دی را هم امروز کلاس چیکارن اضافه بکنین. و به خاطر کلاسی که شما میخواین بر سکرین هایی که اونا کوچکتر و مساوی با یا بسیار کوچکتر از 992 پیکسل باشه ویتشان از 992 پیکسل باشه، در اون صورت با شما میتونن که اینا معمولا در کاتگوری لارج میان، در کاتگوری لارج میان و شما میتونن که اینا را طوری معرفی بکنین که تیبل یک کلاس داره تیبل داش ریسپانسیو ریسپانسیو، وقتی که ریسپانسیو معرفی کنین بعد باش باز چی میگن باش ال جی سافیکس ال جی رو برش میتونین یا لارج. اگر میخواین که تیبلتان بر سکرین هایی که بزرگتر و یا مساوی یا هم نسبت هم کوچکتر است، یعنی در اراوند خود 1200 پیکسل باشد، در این صورت شما میتونید که باز چون این در کاتگوری اکسترا لارج میاد، باز هم شما میتونید که تیبل داش ریسپانسیو ریسپانسیو که گرفتیم ریسپانسیو بعدش هم شما میتونید که XL روش نوشته کنید. ببین اینی سافیکس هایی هستن که شما میتونید به خاطر سکرین های مختلفتان شما از کلاس ها استفاده بکنید. و قسم اگر کلاس عمومی را استفاده کنید هم کار میتونه، اگر شما میخواین که به خاطر سپیسیفیک دیوایس برای دیوایس های مشخص شما میتونید تیبل تان ریسپانسیو یا پاسخگو یا فیت باشد به هر به مستعز سکرین، شما میتونید که از این کلاس ها استفاده بکنید. تیبل داش ریسپانسیو به امرش میتین چون امی بیس کلاس هستن. بعد از اون شما سافیکس ها رو برش میتین به خاطر سمال دیوایس ها اس ام داش اس ام، به خاطر میدیم دیوایس هایی که براتون گفتم که میدیم دیوایس ها در کدام کاتگوری میان که اسکرین ویدشون کوچکتر از 768 پیکسل باشد. و امی قسم برای دیوایس هایی که لارج هستن، سکرینشان لارج هستن، به خاطر از اون ریسپانسیو میسازن، یعنی که کوچکتر از 999 پیکسل باشد، شما در اینجا هم میتونید از این کلاس از این سافیکس استفاده کنید به خاطر از این کلاس. و از این سافیکس XL زمان استفاده میکنید که شما اینا را میخواین تیبل هایتان در دیوایس های در سکرین دیوایس های پرزنت میشد که اونا کوچکتر از 1200 پیکسل هستن. اینی تیبل های اینای کلاس های هستن که به خاطر ریسپانسیو بودن تیبل ها استفاده میشد. البته این کلاس ها در ورژن های 3x بوستراپ معرفی نشده بود، اینا در ورژن های 4x بوستراپ هستن که نو آمدند اینا معرفی شده هستن. شما میتونید به خاطر سپیسیفیک دیوایس یا بریک دیوایس بسیار مشخص شما میتونید که تیبلتان ریسپانسیو بسازید. ولی اگر کلاس تنها ریسپانسیو تیبل داش ریسپانسیو برش دادین، اینا هم فیت میشه در هر نوع صفحه. ریسپانسیو تیبل داش ریسپانسیو اگر تنها برش دادین، اینا هم به این مفهوم که در هر نوع صفحه چی میشه فیت میشه. و این کلاس ها منظور از معرفی از کلاس هایی هستن که بخاطر دیوایس های مشخص و سکرین هایی که شما اونو سکرین ها را مد نظر گرفتین که بخاطر نزی اینجا بخاطر نزی سکرین ها با تیبل و چه قسم ظاهر شود، شما خودتان میتونین که در اینجا برشان مشخص بسازین. خب ای بود درباره تیبل که چطور HTML تیبل توسط کلاس های مختلفی که بوتستراپ برای ما ایجاد کرده هستن که ما دیزاین میتیم، چطور ریسپانسیو میکنیم، چطور میتونیم که کانتکستوال کلاس ها را یا کلاس های زمینه ای که اونا را ما در مواقع مختلف در جاهایی که مشخص از او استفاده می کنیم اینا را ما معرفی بکنیم. و اینی تمام کلاس هایی که در بوتستراپ 4.5.6 بر شما به خاطر دیزاین کردن HTML تیبل پروواید کرده بود، ما شما این را در سی ویدیو کور کردیم. و در ویدیو بعدی بخیر انشاءالله، در این ویدیو خیلی وقت نمانده استن که ما گفتیم که ما روی ایمیج کلاس های ایمیج هم کار میکنیم، ولی اونا را در ویدیو بعدی انشاءالله میمونیم، با ما باشید انشاءالله. اما شما در ویدیو بعدی روی ایمیج کلاس ها استفاده کار میکنیم که چطور میتونیم کلاس هایی که در HTML باشن ایمیج هایی که در HTML ما میاریم اونا را چطور میتونیم در بوتستراپ دیزاین بتیم و اونا را چطور میتونیم ریسپانسیو بکنیم. ممنون از توجه شما، تشکر.